سلام به همه بچه ها، خیلی خوشحالیم که دوباره تونستیم یه آیتم دیگه براتون ضبط کنیم. میخوایم راجع به سوپر لیگ صحبت کنیم با بابک و عطا و حسین عزیز و سری میایم. فقط لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت هم بچه ها یادتون نره. خب سلام استاد عطا، چطوری؟ سلام بر دوستان عزیز که دیگه ما رو زنده ندارن و از طریق آیتم ما رو تماشا میکنم. اومدیم راجع به سوپر لیگ صحبت کنیم. بابی تو چطوری؟ منم خوبم، سلام میکنم به همون بچه ها، امیدوارم که بتونیم صحبت کنیم و این آیتمی که داریم میگیریم مفید باشه واسه شما. حسین جان یه کمی حالا یه سلام علیکی بکنم، یه کمی بگو چی شد و اینا که بعد عطا بره یه لیستی داره بخونه. سلام به خود سروش عزیز، بابک، عطا و تمام کسایی که آیتم ما رو قراره ببینن و حمایتمون کنن با دیدنشون، دنبال کردن ما. واقعا خیلی خوشحالم که مرشد آیتم تولید کردن، نمیشد اینو نگم که بیننده من در جریان نباشم. واقعا خوشحالم از این موضوع و بریم درباره سوپر لیگ صحبت کنیم. خب افتضاحی که 18 ماه پیش رقم خورد بودن و پروژه‌ای که آنیلی و پرز به عنوان دو تا از رئیس‌های اصلیش اعلام کردن که ما نزدیک 10 سال روی این پروژه وقت گذاشتیم، به طرز افتضاحی پرزنت شد و اون پیاری که داشتن افتضاح عمل کرد. یه وبسایت خیلی الکی بالا اومد و از طریق رسانه اسپانیایی و جای دیگه خبرهای درباره سوپر لیگ دادن بیرون و زمانبندی فوق‌العاده اشتباهی داشتن. وقتی هنوز لیگ قهرمانان به نیمه نهایی نرسیده بود و فوتبال‌ها تموم نشده بود اعلام شد و تمام اینها، تمام این قطعات پازل کنار هم که قرار گرفت، در مجموع شد افتضاح سوپر لیگ که طی دو روز پرونده جمع شد و اون بکلش خیلی بزرگی گرفت توی هوادارا، مخصوصا توی پریمیر لیگ که حتی مالکین لیورپول اومدن ویدئوی عذرخواهی دادن، کلی تجمع برگزار شد قبل بازی چلسی برایتون. یادمه که پیتر چک اومد به این هوادارهای چلسی و آرومشون کرد و حالا برگشتن بعد از 18 ماه و دارن میگن اوکی، ما فهمیدیم که کارمون اشتباه بوده، پروسه‌ای که 10 سال روش وقت گذاشتیم اونجوری افتضاح بود و حالا تو این 18 ماه درستش کردیم، که من خیلی بعید میدونم چیزی تغییر کرده باشه. حالا دوتا دارش صحبت میکنیم، بریم ببینیم این ده بندی که عطا قراره بگه و این تغییراتی که تو این 18 ماه دادن چطور بوده. آره برو بریم عطا بگو. خب آقا بند اولش گفته که رقابت در مقیاس بزرگ مبتنی و شایستگی شامل 60 تا 80 تیم که امکان توزیع پایدار درآمد رو فراهم میکنه. یعنی 60 تا 80 تا تیم قراره که توی سوپر لیگ باشن. نظراتتون خب رو بگید. ببین من یه چیزی بگم. بگو بابا. من بگم این حالا اینا مثلا دارن میگن ما کنفرانس لیگ و یوروپا لیگ و چمپیونز لیگ رو قاطی میکنیم، میکنیمش یه مجموعه، بعد خب تو همونم حالا رقابت برگزاره و این حالا در جواب حرف حسین رو نمیخواستم وسط حرفش بگیم، اینا هر کاری میکردن به نظر من نمیتونستن درست پرزنت کنن این قضیه سوپر لیگو، به خاطر اینکه انگلیسی ها عملا رسانه عمده جان حداقل تو زمینه فوتبال دست انگلیسی هاست، اونا مخالف این قضیه هن. و وقتی اونا مخالف باشن تو هر جوری پرزنت کنی اونا اون انرژی منفی و اون دیدگاه های منفیشون رو غالب میکنن به تو، همونطوری که یه بازیکن رو هایپ میکنن و مجبور رو کنن یه باشگاهی 100 میلیون بخره، میتونن یه پروژه داغون و عالی جلوه بدن، میتونن یه پروژه عالی رو داغون جلوه بدن. ولی این عملا این الان دیگه اینا میگن ما 80 تا تیم 60 تا 80 تا تیم رو میخوایم بیاریم، حکم همون رو داره، یعنی آنچنان فرقی نمیکنه. حالا شاید از اون طرف بگن که خب مثلا رئال میره با چه میدونم دینامو کیف بازی میکنه، خب مثلا حق پخش دینامو کیف بیشتر بگیره تا اینکه دینامو کیف مثلا چه میدونم با آسرون بازی کنه، پول بیشتری در میارن. از اون بابت ها درسته، ولی در ماهیت امر تو فوتبال به نظرم تغییری تو رقابت ها نمیذاره. یعنی حالا به بچه ها ببینیم. خب نظر منم اینه که فرمت قبلی سوپر لیگ که همیشه باید یه ریویو به قبلیه بزنیم که ببینیم قبلیه چی بوده و الان قراره چی بشه. 20 تا تیم بودن، 15 تا تیم ثابت و 5 تا تیم کوالیفای می‌شدن و هر سال تغییر می‌کردن. و خب الان در حال حاضر فرمت عوض شده و قراره که یه پروموشن و
ریلیگیتر یا همون سقوط و صعود خیلی جزئی و نمایشی مثل لیگ ملت‌هایی که ما توی فیفا داریم داشته باشیم که سه سطح و تیم‌ها از هر سطح به سطح بالاتر میرن یا سطح پایین‌تر سقوط میکنن. در کل ماهیتش به نظر من با حرف باهاگ موافقم تغییر خاصی نکرده و باز همون تیم‌های بزرگتر اون بالا تو اون سطح یکه، چون گفتن چند سطح داره، تو همون سطح یکه تیم‌های بالا زیادی از حد با هم قرار بازی کنن و تیم‌های سطح دو با هم و تیم‌های سطح سه با هم، مثل مثال رئال و پی اس جی قرار با هم دیگه بازی کنن چند بار توی اون سطح یک، و مثلا روم و نمیدونم لستر سیتی توی سطح دو، یا مثلا شاختار دونتسک با یه تیم مثلا کنفرانس لیگی تو سطح سه، و این تفاوتی نداره توی اون بحثی که میگفتن قوی با قوی تر بازی میکنه و ضعیف با ضعیف تر، این فرقی با ورژن قبل نداره. حالا دیگه بحثی هم که هست این داستان مثلا چمپیونز لیگ و لیگ اروپا و لیگ کنفرانس، باشگاه‌های داستانی دارن که میگن این زیر نظر یوفا اداره میشه، یعنی ما میخوایم یه رقابتی بسازیم که این تحت نظارت خودمون با همکاری خود باشگاه‌ها اداره بشه و نمیخوان مثلا قوانینش مثلا اینا رو از مثلا امثال چفرین یا مثلا اینفانتینو تعیین کنن و میخوان خودشون اداره کنن، و این یکی از عوامل موثر بوده که این باشگاه‌ها بتونن با هم متحد بشن. ولی حالا من یه سوال میخوام بپرسم، تو پایان دهبند نظرم به این بحثا میرسیم و یه جنبندی کلی میکنیم از چه بنده رو سعی تبریم جلو باقید بگو سوالتون بنده رو بگو پس ما اون سوالم آخر بپرسم پس. آره شاید جلو تر به سوالتون برسیم. آره بند دو میگه که لیگ های ملی پایه و اساس فوتبال هستن و هر باشگاهی که در سوپر لیگ شرکت میکنه باید متعلق به یک لیگ کشوری باشه و این رقابت ها منابع، یعنی میخوان حمایت کنن که منابع مالی، یعنی منابع مالی باشگاه تزریق کنن که باعث تقویت لیگ ها هم بشه و یعنی جانشین لیگ نیست سوپر لیگ، منظورشون اینه. اینجا یه مشکلی هست، اینجا یه مشکلی هست. ببین الان پریمیر لیگی که اومده میگه من عملا خودم سوپر لیگم، من دارم به پوینت ضعیف‌ترین تیمم که سقوط میکنه یا اون تیمی که صعود میکنه پولی میدم که قهرمان سری آ نمیگیره، پس من مخالف این قضیه ام به عنوان پریمیر لیگ. خب حالا اینجا هم یه بندی گذاشتن که تو حتما باید عضو یه لیگ باشی، یعنی عضو لیگ یک تیم باشی. خب به فرض الان پریمیر لیگی که همه میدونیم دیگه انقدر قضیه جدی شده بود که نخست وزیر بریتانیا اومد وسط و تهدیدهایی کرد که باشگاه‌ها نمیتونستن بیشتر از این جلو برن، یعنی شاید تظاهرات هوادارا بیرون استادیوم ها فقط نمایش قضیه بود، ولی بوریس جانسونی که اومد گفت من گارد حفاظتی استادیوم رو بر بیدارم تهدید سنگینی بود واسه باشگاه لازم امنیتی، مجبور شدن بکشن عقب. حالا اگه قانون بذارن که هر کی بخواد بره سوپر لیگ از لیگ حذف میشه، خب این قضیه باز شکست میخوره، چون هم طبق اساسنامه سوپر لیگ شکست میخوره و همینی که یک اهرم فشاریه که دست آقای تباس یا شما پریمیر لیگ اینا دارن که اینا لیگ واسه شون، یعنی اون حالت کلاسیکی لیگ ارزشش بیشتره و همچنان من فکر کنم این قضیه ادامه داره و باز هم ایراد داره. ببین الان اینا میگن که ما طبق رتبه بندی لیگ و عمل کرده لیگ واسه انتخاب با تیم ها تو سوپر لیگ مهمه. خب اوکی، چمپیونز لیگ الان تیم اول، تیم قهر چهارتای اول بیرن سوپر لیگ، خب چمپیونز لیگ کیا میرن؟ نمیتونه که هم لیگ بازی کنه، هم چمپیونز لیگ بازی کنه، هم جام حذفی بازی کنه، هم کاراباو بازی کنه. میخوان جانشین چمپیونز لیگش کنن دیگه، جانشین رقابت‌های اروپایی. خب چمپیونز، خب الان یوفا فهم می‌کنید این اجازه رو میده بهشون؟ یعنی خب حالا بحث همینه دیگه، نمیده. ولی خب لا نه، ولی خب قطعا نمیده. ولی لاپورتا تو مسابقه آخرش گفت که قطعا میدونیم که دادگاه به نفع ما رأی میده و بر علیه یوفا رأی میده، یعنی مطمئنن روی این قضیه. که بند رو بخون بازم، من نمیتونه کاری بگو دادگاه در مورد قانون اسپانیا نمیتونه نظر بده. یوفا که علیهشون دیگه نمیتونه کاری بکنه اگه دادگاه نظر بده. نه ولی خود رئیس فدراسیون طبق قوانین داخلی کشورها که میتونه شکایت کنه که معلوم نیست ببرن یا ببازن.
وقتی یه رقابتی واسه قراره تو اروپا شکل بگیره اصلا دیگه و تداخلی تو لیگ ایجاد نمیکنه دیگه چه چیکار چیکار خراب میکنه. نکته اصلی این بند همون حرفی که بابک زد، خب این دشمنی که حالا دولت بریتانیا با سوپر لیگ داره به خاطر پریمیر لیگ که خب یه سوپر لیگ میدوننش و تباس که خیلی مخالف این پروژه است، این بند یه جورایی توافقی با اونهاست که بگن ما کاری به رقابت داخلی شما نداریم، یعنی این رقابت قرار نیست تأثیری روی درآمدزایی، تأثیری روی تماشای اون لیگ شما داشته باشه و قرار جایگزین رقابت اروپایی بشه و جنگ اصلی با یوفا است و با چفرینه و این بند بندیه که میخواد نشینن خاطر رو به اون رؤسای لیگ‌ها بده که این رقابت قرار نیست ضربه به لیگ شما بزنه. خب ولی من اینو گفتم دیگه، این یه از یه جهتی که گفتم یه مشکلی هم هست که پریمیر لیگ خودشو برند میبینه و میگه من الان اولا سوپر لیگم و بهترین لیگ دنیا هم، لطمه میخوره به این برندینگ پریمیر لیگ. حالا بچه هم نظرشون برای ما کامنت کنن. آره بچه هم بگن، ولی اسپانسرها الان ترجیح میدن برن رو تیمایی که رو سوپر لیگیه بیشتر پول بدن تا تیمای مید تیبل پریمیر لیگ، در صورتی که الان اینطوری نیست. تیمای مید تیبل پریمیر لیگ به خاطر حق پخش بود، به خاطر دید بالا بیشتر میبینن هوادارا، هوادارای فوتبال، خب بیشتر اسپانسری میگیرن. یعنی این قضیه خیلی کم قضیه نیست. حالا میخوای برو بعدی رم بخون. خب بند 3 میگه که فرپلی مالی به شدت اعمال خواهد شد تا اطمینان حاصل بشه که باشگاه‌ها منابعشون رو خرج میکنن و هر تیم حداقل 14 بازی در هر فصل توی سوپرلیگ انجام بده. من در این بند خیلی صحبت دارم. نکته داری؟ بگو. چون میگه که 14 تا بازی تضمینی هر تیم توی این رقابت‌ها داره. خب ما الان به تیم‌های دراغ می‌کنیم که توی پلی آف رقابت‌های اروپایی قرار دارن. تضمینی 2 بازی دارن اینها. اگر صعود کنن میرن به مرحله گروهی، اگر نه که برمیگردن خونه‌شون. و اگر شما به رقابت گروهی برسید 6 تا بازی تضمینی دارید. توی رقابت اروپایی، حالا لیگ اروپا، لیگ کنفرانس یا چمپیونز لیگ فرقی نداره. 6 تا بازی گروهی تضمینی دارید. و الان این عددی که هولوش 6 یا 8 قرار بگذره قرار تبدیل 14 بشه و خب این یعنی که بازی‌های بیشتر، تقویم فشرده‌تر و 100% درآمدزایی بیشتر و قرار اون 14 تا بازی برای تیم مثل رئال مادرید دیگه با امثال سلتیک، لایپزیگ، شاختار توی گروه چمپیونز لیگش نباشه. قرار اون 14 تا بازی با تیم‌های پریمیر لیگی، تیم‌های فوق‌العاده سری آ و بوندسلیگا و پاریس سن ژرمن و بقیه تیم‌های بزرگ باشه. خب این تقویم فوتبالی رو هم دچار تغییرات خیلی زیادی میکنه، چون انگار که هر تیم تا فینال اروپا رفته که اولوش 13-14 بازیه و این زیادتر شدن تعداد بازی خب 100% درآمدزایی بیشتر هم داره، مخصوصا اگر تیم‌های تاپ همیشه با هم بازی کنن. آره خیلی البته خیلی هم کیفیت رو به قول حسین میاره بالا دیگه، یعنی خیلی هوادارا خب جلب میشن بالاخره. مثلا و تو 3 سال وا میستادی مثلا بارسلونا به منچستر بخوره، ولی فکر کنم مثلا هر فصل اینا مثلا با هم بازی میکنن، ولی بعدی هم که داره عادی سازی میشه دیگه، یه کمی لوس میشه. اینم بعدش یه بازیه چه میدونم بارسا و منچستر یونایتد، اینه که اینا از تو قرعه به هم میخورن، معلوم نیست تو چه مرحله ای به هم میخورن. هر سال یعنی من یادمه یه زمان بود بارسا و چلسی همش میخوردن به هم تو چمپیونز. خب اگه موقعی به بعد دیگه اون حال و هوای قدیم حداقل واسه من نداشت، یعنی دوست داشتم با تیم مثلا بارسلونا با تیم مختلف بازی کنن که همش بیاد. بعد یه چیز دیگه هم هست، حالا من نمیدونم این شاید خیلی حساس خونه بچه‌ها رو نسبت به این، ولی از این 14 تا بازی من فکر کنم خودم یعنی از این چند تا تیمی که اومدن من بیشتر دوست دارم بازی منچستر رو با 4-5 تا تیم ببینم. یعنی از این 60 تا 80 تا تیم من خودم به شخصه دوست دارم مثلا چند بازی رئال، منچستر و رئال و بارسا و مثلا بایرن و میلان رو ببینم، چون اولا با چلسی و سیتی و آرسنال و لیورپول رو که میبینم، اونا که اصلا مسئله ای نیست برای منی که هوادار منچستر یونایتدم. برای بارسا یه بازی با رئال مادرید که مسئله ای نیست، حالا شما بایرن مونیخ البته براتون مسئله نیست میخورید، ولی بیشتر از 4-5 تا تیم اصلا حتی من دوست ندارم تیم بازی با پاریس هم دوست ندارم ببینم بازی تیم باشه، بازی باحالی نیست، بازی به نظر من شخصی ندارم. به خاطر همین میگم این اصلا
ذاتش یه جوریه که الان خیلی قشنگ شد به نظر میاد. من هنوز اطلاعات دقیقی نیومد، یعنی ما نمیدونیم اینا چه جوری مثلا ممکنه به هم بخورن تو این 14 تا بازی، شاید اصلا اینجوری نباشه. یعنی خب ما فقط میدونیم که قرار چند ساعت داشته باشیم و خب تیمای بزرگ با هم رقابت کنن، همین. حالا بعدن احتمالاً بیشتر پرزنت میکنن، ولی الان دیتیلاشی که حالا نشون ندادن دیگه. حالا تو برو بند بعدی رو بگو. که بند بعدی یه ذره بند چیزه، بنده که گذاشتن که باشه، یعنی سلامت بازیکنان مورد توجه قرار میگیره زیرا عامل کلیدی در تعیین تعداد مسابقات خواهد بود و همچنین شامل مشارکت گسترده انجمنهای بازیکنان هم خواهد شد. خب من حالا دقیقاً به همون صحبت من ولی من فکر میکنم به خاطر اینکه درآمد باشگاه میره بالاتر، باشگاهی که تو سوپر لیگ نیمکتای تواناتری میشه از این به بعد، یعنی بازیکنی که مثلا ریج سنی بازیکنایی که میتونن فوتبال بازی کنن تو سطح اول میاد پایین‌تر. مثلا میلنر رو دیگه شما رو نیمکت لیورپول نمیبینی وقتی تو تقویم سوپر لیگو مثلا داری. میره لیورپول هزینه میکنه به خاطر اینکه بیشتر مثلا پول داره، میره یه بازیکن میگیره میذاره رو نیمکتش که بتونن راحت سوئیچ کنن، چون بالاخره 7 8 تا بازی داری اضافه می‌کنی. قانون 5 تا تعویضم که خیلی کمک کرده دیگه. آره میگم، یعنی منظورم خرج فوتبالم بیشتر میشه. اعتقاد داری یا نداری؟ ببین مالک ندارم، یعنی میگم به نظرم درست نیست، به خاطر اینکه مالکی که دنبال پول باشه تو فوتبال براش فرقی نمیکنه، اون هر چقدر بیشتر در بیاره بیشتر میذاره جیبش. لیورپول، منچستر یونایتد، آرسنال، اینا باشگاه‌های پولداری هستند تو سطح دنیا، ولی میبینی که بیشتر از اون چیزی که خرج واسه باشگاه میکنن میذارن تو جیبشون، یعنی حتی اون حالت نور میکنه. اگه براشون به صرف خرج کنن تا بذارن تو جیبشون چی؟ بیشتر میذاره تو جیبش. آخه چجوری به صرف براش؟ رفیع انتونی میخره 100 میلیون، آقای گلیزر یه انتونی میخره 100 میلیون. آخه پول تو کاره منچستر یونایتد، یا میخره 100 میلیون ولی لباسو میفروشه، اونور میره لباسو میفروشه. وقتی تو بیشتر قش طرفدار فوتبال کنی، خب بگو. میخوام بهت میگم طرف میره یه انتونی میخره 100 میلیون، دهن هوادارا رو میبنده، پیرنش هم میفروشه، نصف پولش هم از رو پیرنه در میاره، به جای 60 میلیون میذاره تو جیبش. متوجه چی میگم؟ یه آرسنال همینطور، لیورپول همینطور، اینا از همین فرمت فعلی کم پول در نیوردن که بخوان الان سوپر لیگ کمکی کنه که امسال جیمز میلر و فیل جونز و چه بدونم فرد و این چلا آقا بخوان از فوتبال از این تیما برن بیرون. اونر می این حرف خیلی درست تیمای پریمیر لیگ نیازی به این پوله آنچنان ندارن و خب این خیلی بیشتر به اون تیمایی که لیگ دیگه خیلی کمک میکنه. همون دیگه میگم ندارن، وضع اینه. یعنی بگی فقط به درد مالک ها میخوره این قضیه، یعنی هیچ سودی نه واسه بازیکن داره، نه واسه باشگاه داره، نه واسه هوادار. حالا من فقط بحث پول بچه ها کامنت کنم با نظر که موافقت دیگه با نظر هست. یعنی تو مثلا یه درآمدی که کسب کنی به توی این حجم، خب قطعا قیمت بازیکن‌ها میره بالاتر. یهو یعنی وقتی این پول تزریق بشه، مثلا بازیکنی که 120 میلیون قبلا می‌خریده 60 میلیون میذاشه جیبش، الان بعد 50 میلیون بخره دوباره 50 میلیون بذاره جیبش. یعنی اونم با خودش تورم درست میگم پول بیاره تو کار دیگه. من یه نقل قولی هم از ضرر تیم ضعیف است، اون همین اینی که تو میگی بازیکن 100 میلیون ما صحبت نکردیم راجع به تیم ضعیف قوی، که ما گفتیم این اتفاق میفته. میدونم بعد دارم بررسی میکنم دیگه، میگم الان راست میگه، میگه الان پول میاد بیشتر، مارکت گرون میشه، حجم پول میره بالا، پلیرای مثلا 100 میلیونی میشه 150 میلیون، خب همون پلیر 20 میلیونی هم میشه 70 میلیون یهو، و اون باشگاهی که 20 میلیون داره بخره دیگه نداره 70 میلیونی رو بخره. خب الان البته من نقل قولی بزنم بگو نقل قولیم از برنام خان بکنم که گفتن اینو حتما توی این آیتم بگم که به نظرشون در عمل لیگ ها فرقی نمی کنه و اون اختلاف طبقاتی همچنان بین پریمیر لیگ و بقیه لیگ ها وجود داره و این پولی که برای سوپر لیگ اضافه بشه فقط همین به قول بابک تورم رو زیاد میکنه و بازیکن مثلا مثل لیگ ها با دو برابر قیمت قبلی میره از مثلا میلان به تیم پریمیر لیگی و فقط این قیمت ها میره بالاتر. بخوایم عادلانه صحبت کنیم، خب طرف وقتی به رئال مادرید یا چه میدونم بارسلونا یا بایر مونیخ یا تیمای دیگه که حالا الان یه ذره سر کووید اینا کمرشون شکست، هر اون نتونستن کمر صاف کنن،
اینا خب توان رقابت داشته باشن با تیمای پریمیر لیگی، یعنی تنها اینه که بتونن شکستشون بدن و توان الان واقعا توان رقابت هم حتی ندارن یه سری تیما که نمیتونن با تیمای پریمیر لیگی رقابت کنن. شاید بتونن لیاو رو شاید بتونه از گیر منچستر در بیاره، بگه من رئالم، منچستر به تو مثلا 200,000 پوند میده، من 180,000 پوند میدم، اون شاید 20,000 پوند بیاد، از این بابت ممکنه کمک کنه. ولی من دارم میگم به اون تیم ضعیف، به مثلا چی میگم تیم ضعیف، به چی میدونم، به یه تیمی بگید دیگه، حالا رئال سوسییداد مثلا، سلتا ویگو، رئال سوسییداد، که اینا دارن با هوش خرید میکنن، بازیکنو ارزون میخرن که گرون بفروشن. خب اینا چند سال پدرش شاید اصلا دیگه نتونن این کارو انجام بدن، یعنی یه تالنتی که الان قرار بوده 20 میلیون بخره بخواد 70 میلیون بخره، طرف کل باجت مارکتشو باید بذاره، کل باجت فصلشو باید بذاره واسه یه بازی بریم بند بعدی. خیلی هم این بحثمون طول، عطا گفتش که این که این بنده که اصلا هیچ بیشتر از همه سر همین بنده واسه بچا برام کامنت کن، ولی با من موافقین یا با حسین یا با بابک؟ البته حسین و بابک بابک هنوز حال و هوای لایف مونده. آره بگو. چرا بگو اتالیستو. آره البته بنده که اکثرش همون حالته که گذاشتن که باشه که پر بشه است، ولی خب حالا بند 5 میگه رقابت باشگاهی با استانداردهای شفافیت نباید مورد سوء استفاده شخصی ثالث قرار بگیره. بیان چین اینا مثلا چیزایی تو دانشگاه است، فرمای تو دانشگاه است، استانداردها یه بار دیگه بگو، استانداردهای چی؟ ببین رقابت‌های این رقابت‌های باشگاهی با استانداردهای شفافیت انجام می‌شود و نباید مورد سوء استفاده شخصی ثالث قرار بگیره. این که خب مسلمه دیگه، این که دیگه چی بود که گفتم؟ برو بعد. آقا چه سوء استفاده شخص ثالث؟ منظور همون دو در بازیه دیگه. قرارداد اسپانسرینگ و مالکین و ایناست. آخرش من می‌نویسم که پیگرد قانونی داره. آره پیگرد قانونی داره. بگو. بعدی هم بوده که باشه سوپرلیگ بهترین رقابت در فوتبال خواهد بود و باید هیجان انگیزترین رویداد روی کره زمین باشد. ببین خب بالاخره و این مهم است که همچنان نسل‌های فوتبال به فوتبال عشق می‌ورزند. بله. ببین حالا من یه چیزی بگم، راجبی می‌خوای صحبت کنی یا صحبتی نداری؟ اینو بگم. نه. صحبتی ندارم. بس صحبتم اینه که حالا پس برو جلو بگو آخرش میگم. چون کلی تجربه بند 7 میگه تجربه هواداران بهبود پیدا میکنن و تدابیری برای تسهیل سفر آنها به مسابقات خارج از خانه اتخاذ خواهد شد. بله بعدی یعنی مثلا هوادارا میفرستن. حالا میگم بذار اتفاقا این به بند قبلی هم ربطش. این بند من بگم بعد خودم یه توضیح بدم راجعش. 8 میگه توسعه و شرط بندی روی فوتبال بانوان. این بند رو به نظرم گذاشتن که یه فشار دیگه ای روشون وارد نشه بر به علاوه اون هواداره اصیل فوتبال و این داستان، چون اصلا کسی که میخواد یه رقابتی درست کنه که هنوز اصلا تو همون بخشای اولیش مونده نمیره سراغه که یه همچین بندی بذاره جنده جزء بندای اصلیش. اینو گذاشتن که بگن ما اهمیت میدیم و اون بخشی که خودت بالاخره داره. آره براشون سود داره، بیکار که نیستن. این همین الانش هم همین براشون سود داره، چون که روبه جلو مثلا بری نگاه کنی کوتاه مدت سود نداره، ولی بلند مدت سود داره. خیلی براشون ولی فوتبال زنان هم خیلی پیشرفت کرده تو این دو سه سال. ببین مثلا میتونی مثلا 30 سال دیگه بگی معتبرترین جام مثلا فوتبال مثلا زنان مثلا این جامه، چون که اولین جامش بوده، مثل چمپیونز لیگ که الان ما مثلا داریم. حالا بگو. آره مثلا این بندو میتونستن زمانی بذارن که این حالا مثلا یه ذره نزدیک‌تر شده بود. آره حالا بله این شکل رفع تکلیفی داره به نظر تو. آره آره حالا این مهمترین بندش بود، سالانه 400 میلیون یورو به باشگاه‌هایی که در مسابقات اروپایی شرکت نمی‌کنند اختصاص پیدا می‌کند که دو برابر مبلغیه که در حال حاضر توزیع میشه. یعنی باشگاهی که نره تو چمپیونز لیگ 400 میلیون، یعنی 400 میلیون از باشگاهی که تو سوپر لیگن، یا نه از باشگاه آره. بقیه که نرفتن چمپیونز لیگ، اونایی که نمیرن چمپ و لیگ اروپا و کنفرانس و اینا میان سوپر لیگ 400 میلیون یورو اختصاص پیدا میکنه بهشون، دو برابر مبلغی که در حال حاضر کلا داره میخوره به فوتبال. که بابا
400 میلیون یورو. نه آره دیگه به جای هر سال همینه بابا جان 400 میلیون میدن دیگه. اصلا بحث کش دعوای اصلی مالکای فوتبال و یوفا همینه که مالکین فوتبال مثل پرز و آنیلی میگن تمام ساختارهای بازی رو ما فراهم میکنیم، یعنی وقتی ما میزبانه مثلا یوونتوس میزبان رئال مادرید، تمام شرایط میزبانی رو یوونتوس فراهم میکنه، خود رئال مادرید فراهم میکنه، ولی خب این وسط بیشترین پول و درآمدزایی رو یوفا میبره و درصد کمی رو به تیم میزبان و میهمان میده و یوفا عملا کار خاصی انجام نمیده ولی بیشترین سود رو میبره. و اینکه بخوان دست یوفا رو کوتاه کنن از این کار، این بونس رو دارم اون تیمای دیگه میدن. آره حالا من کلا یه چیزی هم بگم بابک، اونجا نگه داشته بودم اینو بگم. ببین اینا حالا ما شاید هر کدوم یا موافق باشیم یا مخالف، ولی مخالف به این معلوم نیستش که اینا یه پلن اقتصادی درست برای این کار ندارن. یعنی الان مخصوصا که یه دور زده حال خوردن برگشتن، 100% اونجا آدمایی نشستن که میلیون ها دلار رو میخوان جابجا کنن، بالاخره یه فکری میکنن دیگه، انقدر احمق نیستن که مثلا یه کاری بکنن که گرد بخوره فوتبال، به خاطر اینکه گرد بخوره فوتبال هوادار نیاد نمیتونن کش رو بکشن بیرون. حالا من یه چیزی بگم به شما، ببین اتفاقا دقیقا مشکل من با این قضیه اینه که به جای اینی که آدم فوتبالی بیارن واسه این قضیه برنامه ریزی کنه، بانکدار آوردن برنامه ریزی کنه. تنها مسئله این قضیه پوله، یعنی تنها چیزی که روش ما نمیدن پوله. اصلا فوتبال جداست، اصلا حرف فوتبال کسی نمیزنه تو این بند، فقط بحثای مالیه. خب دیگه خب این سوپرلیگو ببینی بانکر همشون بانکدار همشون. ببین شما نیازی نیست فوتبالیست باشی، باید یه ذهنی داشته باشی که بتونی این دوتا رو با هم پیوند بدی، فوتبال و کشش رو. چون هر چقدر فوتبال محبوبیتش بیاد پایین، کشه کمتر میشه تو بلند مدت، کشه کمتر. ولی بانکدار نمیفهمه، بانکدار دوتا واسه شارتاست، همه چی رو با سکه نگاه میکنه. تیم این برمیگرده به همون بحث روح فوتبال و صحبتی که ایجاد کردن دیگه. تو اصلا مالکای آمریکایی فوتبال رو ببین، میفهمی قضیه چیه، فقط دنبال اینه که پول بکشن بیرون از باشگاه، اصلا براشون مهم نیست چه بلایی سر باشگاه بیان، پولشون رو به اندازه کافی کشیدن بیرون. موقعی سرمایه گذاری مجدد که میشه همشون میخوان بفروشن. خب این فکر کن این طرز فکر بیاد تو تمام تیم‌های بزرگ، تو تمام لیگ‌ها بیاد پخش بشه. همون اولش ایده پردازهای این قضیه سری بانکدار آمریکایی بودن. اون 18 ماه پیش فرمت لیگای آمریکایی بود، دو تا دسته بشن، یه شرقی مثلا یه غربی، بیان بالا. لیگ سرمایه‌گذاری اصلی رو گلدمن ساکس کرد دیگه. خب دیگه فکر وقتی فکر سرمایه‌داری آمریکاییه و فقط به فکر پول و بگم سکه است که دوتا رو بکن، چهارتا نکنه، بکنه پنجتا، بیشترین کسانی خب. که ضرر، ببین بازیکن ضرر نمیکنه پولشو میگیره، تیم ضرر، مالک ضرر نمیکنه پولشو میگیره، تیم هم که خب داره بازی میکنه. بالاخره تنها کسانی که ضرر میکنن تو این وسط هوادارهای فوتبالن. بابک خب یه کاری کن بابک، تنها راهی بگو عطا، تو بگو بعد دو دقیقه بابک بعد صحبت عطا حرفتو جمع‌بندی کن، نظرت هم که آیا موافق سوپرلیگ هستی یا نه. دو دقیقه جمع‌بندی کن، هر کی دو دقیقه جمع‌بندی کن. من اینم بگم بعد یه دو سه تا نقل قولی که بعد این تغییرات بودم میخونم. آره ببین بابک، تنها راهی که مثلا میتونستن بشینن دور هم یوهو یه تعداد زیادی باشگاه رو بکشونن توی رقابت جدید، همین بود که یه پول کلانی وارد فوتبال بشه. از اون بعد از اونجایی هم که همه باشگاه بعد کرونا اکثرا ضربه خوردن، با کله میان باشگاه. یعنی تو میلان رو نگاه کن، اینتر رو نگاه کن، بارسا رو نگاه کن، رئال رو نگاه کن، جز تیمای پریمیر لیگی، همه تنها راهی که میتونستی بکشونیشون توی همچین رقابتی پول بود و راه دیگه‌ای وجود نداشت. از لحاظ فوتبالی میگیرم حرفتو، ولی از لحاظ اون اینکه بتونی این رقابت رو تشکیل بدی، تنها راهش به نظرم همین بود. خب حالا من یه جمع‌بندی بکنم. آره ببین من دارم، اول موافقی هوادار... اول آره یا نه ببین. خب نه.
دارم به عنوان یه هوادار فوتبال به قضیه نگاه میکنم. میگم من میتونم بازی ها رو ببینم که بعد از یه مدت برام عادی میشه، ولی از اون طرف بازی هایی که بیشتر جذاب بوده، یعنی جذابیتش مثلا چه آقا منچستر یونایتد و لیدز، جذابیتش با منچستر یونایتد و بارسلونا تفاوت داره، ولی اونم جذابه. من اون قسمت جذابیت رو کامل از دست میدم و یه چیزی رو به دست میارم که بعد یه مدت برام احتمالاً عادی میشه، یعنی این یک بازی معمولی میشه، و در قبالش خیلی چیزای دیگر هم از دست میدم. یعنی چی؟ یعنی اینی که به عنوان هوادار برای من هیچ اتفاق نمیفته، ولی مالک های باشگاه، همینی که منچستری همین الان به گلیزرها اعتراض دارن، 10 برابر میشه این اعتراض به همه با، چون مطمئنن مالکی انقدر پول هزینه نمیکنه تو مارکت، اصلا اصلا روند نقل و انتقالاتی مارکت به هم میرزه با این حجم پولی که بخواد وارد این چیز بشه. اون تیم های ضعیف‌تر خورد میشن، به طور کامل نابود میشن، چون هیچ توانی دیگه نداره. زمان نشون میده. ما تادبولی آمریکایی رو هم داشتیم که اینا پول خرج کرد و ما اینجا قرار نیست مدافع حقوق تیمای ضعیف باشیم. تیمای ضعیف اگر مدیریت خوبش داشتن زنده میمونن. بذار جمع‌بندیشو بکنه، قد نکن، بذار جمع‌بندیشو بکنه، بعد نظرشون بچه‌ها با کی موافقن. نه آره بگو، بعد 20 ثانیه بابک. یه بندم مونده. آره بگو، یه بندم بگو، بعد خودت بگو نظرت. این چیز، این قضیه چرا ما نباید ما تیمای ضعیف‌تر باشم، همین قضیه داره سر تیمای ضعیف‌تری که نمیتونن رقابت کنن نسبت به پریمیر لیگا اتفاق میفته. بعد شما بعد تیارو مالک تیم ضعیف‌تر باید چیکار کنه دیگه، چیکار میتونه بکنه، همینجوری لهتر میشه. در کل بخوام سری جمع‌بندی کنم، مخالفم با روند فعلی، با همین روند فعلی هم بارها تو لایو گفتم، همین روند فعلی هم سوپر لیگیه واسه خودش، چون تیمای دیگه نمیتونن رقابت کنن با پریمیر لیگا. خب یعنی میگم این روند باید عوض بشه، من نمیگم این روند بمونه، ولی سوپر لیگ با این روش جوابگو نیست. یعنی اگه الان فقط یه پریمیر لیگ و 6 تا تیمن که میریزن سر بازیکن ها، اون موقع مثلا 10 تا تیم میریزن، ولی دیگه هیچ کس نمیتونه جلوشون رو بگیره، هیچ کسی. حتی ممکنه یه سری پریمیر لیگی ها هم دیگه نتونن جلوشون رو بگیرن و ناب. به نظر من فوتبال از بین میره با این قضیه. یعنی اون حس تعلقی که یک بچه چه میدونم مثلا طرفدار لیدز یونایتدی به تیمش داره نابود میشه، چون اصلا هیچ کاری لیدز یونایتد مثلا دیگه نمیتونه بکنه توی فوتبال بعد سوپر لیگ. از نظر من اینه. حالا حتی تو بگو داده بندم باره. یه بند آخرم بود که بیشتر مرا معرفتی اونس اینه که یکی رو بزنیم بعد پاشی بگی بیاد ببخشید. میگه با احترام به ارزش‌ها و نظام‌های اتحادیه اروپا، بند 10. آره بعد حالا من این نقل قولایی هم که بعد از تغییر 2-3 تا نقل قولی که بعد این تغییرات اتفاق افتاد و میگم و بعد جمع‌بندی میکنم. خاویر تباس استاد عزیز گفت که سوپر لیگ گرگیه که برای فریب اروپا خودشو به شکل مادر بزرگ درآورده، و برند ریچاردز که مدیر اجرایی سوپر لیگ گفت این یک تورنمنت باز برای همه خواهد بود، گفتگو با تیم‌ها شروع شده، ما تعهد قوی داریم که اعضای دائمی نداشته باشیم و تیم‌های کوچکتر هم بتونن توی این رقابت شرکت کنن، می‌خوایم به فوتبال‌های وسط هفته جذابیت ببخشیم. خوان لاپورتا هم گفته که سوپر لیگ داره پیش میره و یک رقابت آزاد و باز خواهد بود، ما نمیخوایم که گفتگو با یوفا رو قطع کنیم و ایمان داریم که دادگاه به نفع ما رأی میده چون از کارمون مطمئنیم. ببین من بخوام جمع بندی کنم، حالا من خودمو بذارم جای بابک که هوادار یه تیم پریمیر لیگیه و حالا از لحاظ منابع مالی و این داستانا همه یه ذره حالا به هر حال خیالش راحت‌تر و باشگاه پولدارتری دارن و این داستانا، خب من قطعا مخالف این جریان بودم به خاطر همه دلایلی که بابک آورد دیگه تکرارش نمی‌کنم، ولی به عنوان خودم بذارم جای هوادار میلان، اصلا بارسا هم ولش کن که انقدر داغونه، جای هوادار میلان، جای هوادار اینتر که مثلا آقا یارو قهرمان شده، سال بعد باید بیاد دو تا بازیکن‌های اصلیشو بفروشه، خرید با بورنموث نمیتونه رقابت کنه، خب اصلا دیگه فکر نمی‌کنی به شکل فوت برگزاری فوتبالونه، چند تا بازی بعد در هفته میگه آقا تیمم نابود نشه، یعنی بتونم 4 تا بازیکن بخرم که بتونم در سطح اروپا لااقل رقابت کنم، و من خودم به قول آقا بهنام یا باید سوپر لیگ برگزار بشه که تیمایی مثل بارسا و رئال و میلان و اینا بتونن رقابت کنن با تیمای پریمیر لیگی، یا باید سوپر لیگ برگزار بشه، یا باید یه قوانین درست حسابی بذارن
که فرپلی مالی درست انجام بشه و روی همه تیم‌ها نظارت داشته باشن، که خب این بعیده با چیزایی که ما از یوفا و فیفا دیدیم. و به نظرم تنها راهی که بشه این تیم‌ها رو نجات داد همین سوپر لیگه. حالا درست از لحاظ فوتبالی پس موافقی در مجموع؟ آره ما. خیر حسین جان بگو. حسین خب نظر من اینه که اولا که یه قانونی رو باید ما بهش اشاره کنیم که کاوه سولکورم توی اسکای گفت، این که مالک‌ها وقتی می‌خواستن یه باشگاهی رو بخرن توی پریمیر لیگ، اون قراردادی که امضا کردن یه بندی درش قرار داره که میگه که مالک باید اون باشگاهی که می‌خره رو تعهد داشته باشه که به پریمیر لیگ وابسته است و توی رقابت تازه‌ای که قراره توی فوتبال شکل بگیره شرکت نکنه. و خب این تعهد تیمای پریمیر لیگی دادن، پس یعنی لحاظ قانونی هیچ تیم پریمیر لیگی نمیتونه توی سوپر لیگ شرکت کنه. و خب این یه قانون کلیه و این ضربه میزنه، یعنی لحاظ قانونی نمیتونن توی سوپر لیگ شرکت کنن. در حالی که میگن که فعلا تمام تیمای پریمیر لیگ توی سوپر لیگ هستن و از اون 12 تیم 11 تیم موندن و اینتر جدا شده. این از این. و در کل حرف خود من به نظرم در نهایت این دعوای حقوقیه که سر پوله و برای مالکا داره سود میاره به قول بابک. و حرف اینه که پرز، آنیلی و لاپورتا میگن یوفا نگیره ما گیریم. و خب من به نظر خودم، من عنوان هوادار ترجیح میدم تیمم توی دسته که من دوست دارم تیمم مثلا توی لیگ قهرمانان بازی گروهیش جذابیت نداره. اکثرا لیگ قهرمانان از اون 8 تیم پایانی به بعده که بازی جذاب میشه. من دوست دارم تیمم هر هفته با پی اس جی و رئال و بارسا بازی کنه، ولی از طرفی دوست دارم تیمم تو رقابتی شرکت کنه که یک سازمانی مثل یوفا، هر اسمی فیفا، مالک اون و نظارت به اون میکنه، نه پرز، آنیلی، لاپورتا به عنوان ستا رئیسش که کمپانی A22 رو درست کردن به عنوان یک کمپانی جدید که بیاد پرزنت کنه سوپر لیگو. یعنی ریاست این سوپر لیگ من دوست دارم دست سه تا از مالکای اون باشگاهای حاضر در سوپر لیگ باشه. و اینکه تیمای مثل تیمای ایتالیا یا اسپانیایی هم به مشکل مالی خوردن، این برمیگرده به مدیریت ضعیف خودشون توی دهه‌های مختلف. چون ما سری آ رو داشتیم دهه 90 که موفق بود، هم لالیگا رو داشتیم توی 2010 تا 2020 که حالی فهمیدیم که توی اروپا. و اینکه حالا الان دوره پریمیر لیگ رسیده به این معنی نیست که تیمای پریمیر لیگ شیطانن، مالکاشون شیطانن که پول بقیه رو میگیرن، یا مثلا مثلا روباه و کلاغن که پنیر کلاغ رو میخواد از اون بالای درخت بگیره. نه اینجوری نیست و مدیریت خودش ضعیف بوده. در کل دعوای قدرت اینه که پول رو به جای اینکه یوفا بگیره مالکای باشگاه رو بگیرن. و من به نظرم به نتیجه نمیرسه، چون پریمیر لیگ هم الان تبدیل به سوپر لیگ شده. خب حالا بگو. این که مدیریت خودشون اشتباه بوده رو 100% قبول دارم، ولی به هیچ کدوم از دوره‌های قبلی داستانی مثل کرونا نخورده. یعنی هیچ کدوم از دوره‌های قبلی به همچین مشکلی بر نخوردن و اون منابعی که پریمیر لیگ داره باعث شد که عملاً باشگاه‌های پریمیر لیگی به هیچ مشکلی نخورن. مدیرا نمیتونستن برنامه ریزی واسه کرونا انجام بدن. حالا من نظر شخصی خودم اینه که حالا خیلی نمیخوام، من با بابک و حسین موافق‌ترم، خوشم نمیاد فعلا، ولی واقعا با مهلت بدیم ببینیم که اگه بشه. حالا ما که تواناییشو نداریم، ولی احتمالش هم هستش که مسابقات جزایی بشه. حالا یعنی من این سوگیریو ندارم روش که از الان بگم بده و ببینیم که چی میشه. حالا به نظر شما بچه برام کامنت کنید که اولا سوپر لیگ میشه یا نمیشه، دوباره اینکه خوبه یا نه، و راجع به نظر بچه هم کامنت کنین نظرتونو. حتما لایک کنین ما رو، سابسکرایب کنین و منتظر بقیه آیتما باشیم. با بقیه دوستاتون هم برنامه ما رو شیر کنیم. دمتون گرم بچه ها، خداحافظ.